بسیار تشکر از فرصتی که به ما دادین آقای سفیر. بسیار مهربانی کنین. بسیار تشکر از شما که آمدین و امروز با اینمی گپ ها و سخن هایی که از خود رساندین ده اینجا. قصه پیوستن شما با مجاهدین و خط جهاد از کجا شروع شد؟ بسیار تشکر. فاکولته را خواندم، ماستری گرفتم، دکترامو گرفتم که جنگ در افغانستان، جنگ شروع نه که کمونیست ها در افغانستان آمدن. پدرم به ما تلفن کرد از بغداد، وقت سفیر بودن، که چی میکنی مسعود؟ ما گفتم من دکترا میگیرم. گفت خبر داری که کمونیست ها آمدن؟ گفتم بله. خبر داری که روسا با اونا میان؟ گفتم بله. گفت میفهمی که بحران شروع میشه، مردم غریب استاد میشن تا آزادی خوره بگیرن؟ گفتم شاید. گفت هنوز هم دکترا میگیری؟ گفتم بله. گفت برو دکترایت از کوههای افغانستان از دانشگاه مردم فقیرت بگی، تا در هر قدم درس که اونجا میگیری دکترای بزرگ است. اما بود که ما آمدم و به جهاد پیوستم. برخورد مردم در زمان چگونه بود؟ دو علت دو وقت بود. علت اول عقیده مردم به خدا بود. یک عقیده عرفانی قوی مردم به خدا داشتن که پدر کلان و مادر کلان شما امتر بودن. من خدا را دوست دارم، نماز خدا میخوانم، عشق دارم به خدا، اما متعصب نیستم. من میرم کارم میکنم، دخترم هم میمانم که برای کار کنم. دو، عشق به وطن بود. در قریه قریه امی دو عامل سبب شده بود که مردم به هیچ چیز دیگه توجه نکنن، به می دو توجه کنن. که تو آمدی من میفهم که تو در برابر عقیده من استاد میشی، ای کمونیست ها. دو، روس ها را آوردی و شاید زیادتر بین کشور من مثل چکسلواکیا و پولند و ازبکستان و ترکمنستان و تاجکستان میگی. چرا تو اعلان کردی وقت یک بار حزب کمونیست همیشه حزب کمونیست، یک بار مملکت زیر دست روس همیشه مملکت زیر روس. ما آرستاد میشم با امید و باد مهم قوی. روز اولی که وارد کابل شدین، اگر اشتباه نکنم پس از 14 سال امی از ای کو به او کو رفتن، از ای قریه به ای قریه رفتن، او روز چه روزی بود و از اولین کنفرانس و یا نشست خبری رسمیتان بر ما یاد کنین؟ بخاطر دارین که اولین صحبتهایتان بر دنیا و مردم کابل چی بود؟ گفت بله 14 سال گرفت، حرف شما سیست. و اما 14 سال عزیزم که ملت بخونتر شد. همی که میگن بیش از 1 میلیون نفر کشته شده، یک عدد عادی نیست. بابا کی کشته شد؟ فقیه ترین مردم خودی کشته شد. در هر قریه که میرفتیم میدیم، چرا ما قریه با قریه، کو با کو، دریا با دریا مهمتر از همه. وقتی شما موفق میشین که دل به دل برین، همی گذشت. مردم همی چلنج دادن که ما آزادی خوده میگیریم، 1 میلیون قربانی داد، گرفتن. آمدیم کابل. در چه ساعتی به کابل رسیدیم؟ طرف های شام بود. آمر سب خسته و مانده هم بودن. دیگه بچه هم از 4 طرف آمده بودن. کابل برای من بسیار یک گپ عادی نبود. همین رویاهای خودم میدیدم که ما بازهای یک روز کابل رفته بتانم یا نتانم. میره به بینندهای شما واقعیت میگم که او بسیار باور نداشتم که در زندگی خود ما کابل میبینم. چرا میگفتیم که قوای روس هست؟ ای عادی گپ نیست. ای هزاران تا تیاره دارن، تانک ها دارن، بیشتر از 3-4 میلیون عسکر داره. ای همیشه چلنگ داده که من جهانم میزنم، میگیرم، کس دیگه شور خورده نمیتونه. ما چطور میتونیم ملت غریبه که سنگ به دستش با نیمه هم پا برهنه، ای چطور میتونه؟ ما که درس خوانده بودیم امینا قوای روس شکست میتن؟
مامور سبه گفتیم که دیگه همه که جوان بودن و جوان بودن گفتیم که ما اولین کار کنیم کنفرانس مطبوعاتی بودیم. چرا؟ دفتر سیاسی که ما کار میکردم از جمعیت دو سه چهار رشته داشت، یک قسمتش همه اعضای طلوع و تمام مطبوعات افغانستان فعلا بفهمند که کار ما کار رسیدن به خبرنگارهای بیرون بود که اونا خبر ما را در بیرون برسانند. چرا؟ اگه امروز در کابل هزار نفر کشته شود طلوع خبرش نته، هیچ کس خبر نمیشه. ما به می عقیده بودیم که باید خبرنگارها خبر شوند. چرا؟ اگه ما ده تا تانک از بین ببرم تأثیر نداره، چرا جهان خبر نمیشه؟ آمر سبه گفتیم کنفرانس مطبوعاتی. گفتیم در کجا کنفرانس مطبوعاتی رو بتیم؟ آمر سبه گاره می بود که بسیار نمیخواست که خودش ظاهر شود در چیز، بسیار یک آدم فروتن و متواضع بود که میگفت شما خودتان همی کنفرانس بتین، ما چرا بکنم؟ اما ما عادت از نارا میفهمیدیم که اونا یک آدم ایتر خودخواه نمایشی نیستن. گفتیم گامرسی بسیار مهم است، جهان باید خبر شود. خیلی گفتم وزارت خارجه اولین کنفرانس مطبوعاتی گرفته شد. ساعت های ده بجه بود که ده شب ده صبح بله سه چهار روزه گرفت تا که مامر سایب متقاعد کردیم که شما خیلی کنفرانس بتین. اونا بسیار وقت همه گرفت، خواهی شما برین بتین حالا ما چی و شما خودتان. اولین سخنان برای اعلان از اینکه شما در کابل حضور دارین چی بود؟ رفتیم که وزارت خارجه پر از خبرنگار است. میفهمین کدام خبرنگار بود عزیزم؟ همیش باور نداشتن که یک روز در کابل فرمانده مسعود میبینن که اعلان کنه که ما آزاد است. همه با تعجب سیل میکنن در کابل استین؟ همی شما را هم ما میگفتیم که لافوک استین کابل میبینین. آمر سب ششت با همون کرسمایی که داشتن، با همون نوه ملاحتی که در وجودشان بود، با همون ارتعاشاتی که داشتن، همون ششتن یک لباس عادی جانشان بود، بسیار عادی، یک پیران عادی جانشان بود، هنوز هم لباس همون کماندویشان بود یا لباس نظامیشان بود و اون موزه های بسیار به اصطلاح قدیمی در پایشان و همون سادگی که همیشه دوست داشتن، پاکی و سادگی بودن که چنان که وعده کرده بودیم و چنان که ملت افغانستان وعده داده بود، ما با کمک پروردگار بزرگ و جانفشانی ملت افغانستان آزادی خود را به دست آوردیم. درست. چرا با وجود آرمان ها و روزهای پر از هیجانی که شما از نزدیک اونها تجربه کردین و ازش قصه میکنین، بعضی از مردم کابل از اون روزا خاطره خوش ندارن؟ باید هم نداشته باشند. یکم ساده نیست. ملت وقتی که رسیدیم جشن گرفته بود، ما برق نداشتیم، برق ها قطع بود در جا جای الکین، در جا جای هم شم روشن کرده بودن. میره به این نمیگم کال ما مجاهر دقیقا مجاهیدین تو بودن و حالا ما از خود تعریف ها کنیم، ده ها نکته منفی داشتیم. اما ما میدیدم که امشب اکثریت ملت افغانستان و کابل میخواه که جشن بگیرن و حق هم داشت. اما مداخلات بیرونی، فراموشی جهان قطبه که همراه ما کمک میکرد که افغانستان فراموش کرده، تنها گذاری از اونا، نداشتن چیز به دست ما، به تجربی هایی که در کابل باید باشه، همیشه یک جای شد و ایوزه که مردم از صلح بتیم جنگ ادامه پیدا کرد. مانایش چیست؟ جنگ ملت افغانستان، جهاد ملت افغانستان برد، اما صلح باخت که تا امروز باخته میشه. بله آقای سفیر، و او دلتنگی که به خاطر او کابل رویاها و جوانی های شما پیشتان بود تبدیل شد به یک کابلی که کامل ویران شد. کابل آمدیم یام بینید های شما بیدن یا روزهایی که داریم کابل مادیم دویدیم که حالا بیم کابل اول کابل خاموش برق نداره. اوه ما که جوان بودیم برق داشت.
شاید خودخواهی هم باشه دیگه. می دل ما بود کمی کمی دمی زمین در زمان بخورم. 12 به شب خود خانه می رسانم. کمی دل جگرم در خانه است. رویاهایم در خانیم است. خواهرم بیادم به. برادرم بیادم به. این شبهای صلح یادم به. این شبهای جشن ما یادم به. این رفیقای جوان ها که می آمدن یادم به. مادرم. پدرم. آه. آرامی. هیچ صدای مرمی بلند نمیشد. هیچ ما نمیفهمیدیم بچه ها و جوان های خرد که اینجا یک روز با میاییم در واتر تق تق سر. چون کمونیست ها خانه ما را ضبط کرده بودن. یک وقت باز به مکتب داده بودن. همین خانه که شما میبینید. و در آخر ایره نمیفهم چطور شده بود که یک دو سه خانواده اهل هنود ما در اینجا زندگی میکرد. در بازار بچه ها تق تق زدن و ما هم دیگه با غروری که به حال میرم نامه این کابل میتاق خواب خودم میبینیم یک دفعه. در بازار عواز کرد. بچه ها گفتن که خانه رو شما ترک کنین به خاطر از یک خلیل سیبه مده و خانه شاست و اینجا. گو بله من میفهم خانه از اوناست. همینجا یک تفلک برآمد در اون وقت. دستک پدر خود گرفت گفت پدر بیا که بریم. بیا که بریم که اینا ما رو میکشن. بیا که بریم. بچه ها را گفتیم بان این داره. ما نامدیم که بکشیم. ما نامدیم که بگیریم. آرزو همیست که زنده بسازیم و بتیم. شما این کار را نکردید خلیلی صاحب، ولی در این کارت پروانه که قسم میکنین گزارش های بسیار متعددی شد که خانه های بسیاری از وطندارای اهل هنود از طرف بعد از اینکه مجاهدین به کابل رسیدن ضبط شدن و از شان گرفته شد. دو وقت بعضی را ما میشنیدم. یادم از یک شب آورشتن در کل یادم از یک شب برای ما اطلاع دادن که همه ترس شما باور کنین ساعت های یک شب بود آمر سیب و همینجا فکر میکنیم که بسم الله خان بود چند نفر دیگه به می عجله گفتیم آمر سیب گفت من خودم اونجا میرم بریم که مردم از شما کسایی پیدا میشن که اینا نادم هستن و مردم آزار ندن توفنگ به دستشان هست ولی توفنگ ما به زمین مانده نمیتون فعلا جنگ ادامه داره تا پشت مکتب بیبیر آمدن جنگ کده میرن متاسفانه شد حرف شما سیست و اگر او وقت کسایی که از بچه های مایی کار کرده باشن چرا دو وقت خادم بود 35,000 خاد یعنی از سازمان اطلاعاتی کمونیستان بود در جای کش میکن که چیز رو بوجود بیارن که بگن که ببینین که امین هایی کردن یک علتو بود فکرتان باشه ما همون ترک شده باشه اگر بچه های ما کردن ما از همون اهل هنودی که در وقت سرش فشار آمده قلبا معذرت میخوام غلط کردید میگن که کابل مجاهدین که با آرمان های بسیار زیاد همطور که شما گفتین مردم را بسیج کردن به قول شما برای آزادی افغانستان از اشغال شوروی همین مجاهدین کابل را ویران کردند کابل قسمت های پیشترش ویران شده بود نیم از او در جنگ هایی که در بین روس ها و کمونیست ها و مجاهدین بود در این شک نبود که قسمت های جنوب کابل در این قسمت های جنوب کابل راکت های زده می شد وقت و گرچه که ما بسیار کوشش میکنیم که جلو راکت بگیریم که راکت نشد چرا هفت تنظیم بود ولی هفت تنظیم شما کلام بشه بتانید که جلوش بگیرین اما وقت کابل رو میدیم جنگ های داخلی شروع شد جنگی که باز من میگم ده او گناه ما هم بود اما عزیز ما تنها مهات به خشکه نیستیم بلکه مهات به دشمن هم بودیم پاکستان از خود استراتژی داشت هور استراتژی عمق استراتژیک میگفتن که ما در مابین افغانستان حکومت رفیق و دوست کار ندارم ما در افغانستان یک حکومت مزدور کار دارم مزدور می شده خواهیم کار نداشت عزیزم حالا ما می گفتیم بیا بفرماین بین به خاطر که در وقت جهاد ما در موجه بودیم مهاجری ما بودن شما کمک کردیم ما هم کمک نمیکن جهان دیگه طریق از ما کمک میکردن حالا ما بگیم بین بفرماین خب مشکل بود
شما به عنوان کسی که در اون روز نزدیک با عمر مسعود یک جا نشسته بودین، بر ما قصه کنین که این دو خبرنگار ماجراش از کجا شروع شد؟ با چه اعتماد اینا را داده شدن به محل بود و باش و یا محل سوقدهی اداره عمر مسعود تا این حادثه صورت بگیره؟ ما از جه باز رفتم هندوستان و در هندوستان در اونجا سفیر شدم. بعد از که نماینده خاص خلا شد، شب به من تلفن آمد از عمر سه که آجل خدا برسد. سنبوله است دیگه؟ دیگه در این درست پیش دیگه گویا در ماه سنبوله به من تلفن آمد، نه چهار سه روز پیش، در هفت به من آمد، نه ببخشید در شانزده تلفن آمد یا چهار هفته که آجل خدا برسانه. ما رفتیم اونجا و دیگه قصادارا و عمر سوی دیدیم و شم هم رایش ماندیم. گرد شما پرسان کردیم که چیزی بسیار مهم بود، مرا خواستین چرا ما سازمان ملل میرفتم کانفرانس بود. گفت نه ما میخواییم اینجا باشین ببینیم. خب گپا تیر شد، شب ماند. در خواجه بهاءالدین یک جایی میگن. بله. ما چما های همون جایی که شهید شدن کنم چیز ساختن یا نه، یا کنم لاقل یک جایی بود ما ساختن یا نیم رو نمیفهم. اگر نساخته باشن زودتر هم یک کار بکنن، اونجا یک قهرمان در اونجا از توتی بیرون از بین رفت، یک منارخ لاقل باشه. باز شب ششتیم اونا از القاعده گپ زدن و از طالبا گپ زدن و دو به دو دم یک اتاق بودیم، یک اتاق بسیار خورد و چهار در چهار متر دیگه. این وقت است ستاره زیبا این کلکینه که هوا می آمد آرام آرام. باز وقتی که مرا گفتن یک قسمت که دمی دور پیش ما بیشتر از هفتشت هزار القاعده و طالب دمی جو کسایی را که از پاکستان روان کرد نمی جستن. بله بله گفت. دید که ما وارخطا نشم، اگه آدم نیمه سیاسی شدم تو گفت نگه گپ نمیشه ما موفق میشیم. این گپا تیر شد. صبح شش صبح بود که عمر سوی آمد، باز گفتم که امروز ما دو خبرنگار میه که ما اونا را میبینم، دو خبرنگار عرب است که از اروپا آمدن. ماجرا در مورد دو خبرنگار امه قدر بر شما رسیدیم؟ عمق به ما امیره گفتم. ما گفتم دیشب هم شما اشاره کردین که دو خبرنگار آمده کجا هستن؟ گفتم اینجا هستن، 13 4 روز معطل هستن و همونا را ما ببینم که خب. ما گفتم ضرور است این وقت؟ گفت بله، به خاطر که جهان عرب یک نمیفهمه که ما چی میکنیم. همین خوب است یک دو خبرنگار عرب است که اینا به جهان عرب بده خبر ما را. از این هر طرف ببینی که ما را یا توهین میکنن یا تحقیر میکنن یا تهمت میکنن یا بهتان میکنن با گپا و سخنان مختلف. خوب است که میره. ما میگیم بسیار خوب است، راست میگین، بسیار گپ بسیار خوب است. رفتیم دم اتاق، یک اتاق کلام ششت دو تا اینجا آقای عاصم بود و خداوند ببخشه شهید شد، آقای دشتی اونجا عکس میگرفت، دو نفر دیگه شده بودن. ما هم دم پلو شدیم، دم یک چوکی عمر سه بودیم دست چپ نشدنم اینجا. خبرنگار آمدن بسیار نرمال، یک بچه بلد، موی مجعد، موزاد پایش، تبسم به لبش، بچه دیگهش پخش ترک، تبسم در لب، راحت آمد شش در کمره رسش، کمره را پیش روی مامان. و آمر سوادت داشت که پرسو میگفت که اول سوالا را بگوین که من ببینم که چی است، باز جواب میدم. و تو رقم ما نبود که سوال اول جواب بده باز فکر کنم. او اول سوال هم میکرد در باریش فکر میکرد بعد از او باز. او بچه گفت که ما گفتم همین سوال ها رو بگویم. گرچه اون دخه گفتم مره جاده بدین برم که یک کار دارم سر جان میشویم. نگه ما گفتم بشی گفت. همینجا بشی شد. همون بچه رو گفت که سوال داد، 15 سوال بود. از 15 سوال چون میری بسیار قصه کردیم درور 8 سوالش درباره اسامه بن لادن بود که اسامه بن لادن شما چرا در اروپا رد کردید، شما چرا در کنفرانس گفتین که این تروریست است، شما چرا جهان میگن اونا کمک کنه، شما چرا میگین که اینا مسلمان نیستن، شما چرا نام از یار تروریست ماندین، شما چرا اینا میگین که مسلمان واقعی نیستن، شما چرا امرشان ارتباط قائم نمیکنین، شما چرا امرای طالبان ندارین. امیگه عمر سه بزرگ پریشان طلاق شد، پریشان میشنه چینای پیشانیش دو تا بود با پنج تا میشنه بار میفهمیدیم که دامان سوی درم
جدیتر شده و باز میتوکد که خب خوب است خیلی بگوین کامره روان سوال رو مطرح این اینه میجو کامره روان بسیار نزدیک یادم است که من گفتم یک نزدیک چرا من دوبه چی پالوان آورد یا عکاسه که باش که ایداره مود ما بهتر شوه ایداره چرا آمسی بس خوشترک مالم شده اما کسی که با پولی آمدش شده بود یک نیم متر بود یک خبر نیاد که سوال میکرد و او کمره را پیش روی مانده استاد شد و یک بار گفتند که سوال بکنین اما بچه که سوال میکرد او گفت که وضع افغانستان سوال اول چطور مده میگو شامر سباستایی کرده گفتم که وضع افغانستان انفجار شد یعنی اولین انفجار انتحاری امو بود در 10 ساله که امروز افغانستان و جهان به تروریسم گرفتار است. و دیدم که یک آتش بسیار قوی میه آبیه گرم سوزان یک بوی بسیار نجس او قبل از این من دیدم که این خبرنگار یک تبسم کرد این کاکس که میگرفت به اصطلاح خبرنگار خبرنگار چی؟ هیچ وقت یاد من اون تبسم نمیره تا حالا یک زهرخند عجیب بود که چشم خود که مواز کردم بازی که به اوش آمدم گفتم هیچ لبخند از چی بوده بر صورت امی آتش آمد و من آخرین دست به سینیم خورد من یادم است که در فکرم گشت کمی شاید آمد سه باشه دستش باید من دیگه نفهمیدم در حال حال 17 سال بعد از ترور احمد شاه مسعود ما در کابل در خانه تان صحبت میکنیم که پیشتر از سبت ما صدای فیرای هوایی و گلوله ها را شنیدیم در کابل و اینا جوانای هستند که از 18 سنبله به نظر خودشان یاد بود میکنن شما به عنوان یکی از نزدیکان عامر مسعود شاید در آخرین لحظات عمرشان صحبتتان در این مورد چی است؟ اینا واقعا کیا هستن؟ یکی از خصلت‌های نادرست ناجواز غیر مسلمانی غیر اخلاقی است که امروز به یاد یک قهرمان ما فیرها به هوا کنیم بعضی ها زخمی شوند و مریض ها در خانه های خود تکان بخورند و بعضی ها نبرایند و در دل خود بگویند که خدایا جشن قهرمان همونطور باید باشه آقای احمد ولی مسعود رئیس بنیاد و رئیس وفاق ملی چند روز پیش امیر اعلان کرد که نکنین بنیاد احمد شاه مسعود امیر میگه فرزندش احمد امیر اعلان کرد یک بچه جوان فهمیده او مردم ما خون خودم میتم شما این کار نکنین چرا پار سال شد پرار سال شد دی چند سال شد و دیگر یک یک میره گفتن متاسفانه ای گپ نشده نظر ما ایست ای باید تحقیق شده از کدام من به پول زیمه از کدام من به اینا تمویل میشن از کدام من به اینا تشویق میشن چرا در کابل میگه صورت میگیرم تشکر آقای سفیر خسته نباشید